که از دانشجوهای یعنی آدم های معمولی بودن که اصلا بی ربط ترین حالت ممکنه منو گرفتم. اون روز تو تظاهرات شرکت نکردم و میشم دانشگاه برمیگشتم خونه، اذیت کردن، آزار دادن، شکنجه دادن. شکنجه هایی که تو تلویزیون دائما میگن ما این کارو نکردیم ولی این کارو کردن. به تمام دنیا این کارو کردن. این کارو با من نه، با خیلی های دیگه کردن. وقتی که دستگیر کردن و تو ماشینمون کردن، ما تو راه میزدن و اذیت میکردن، دائما بهمون فحش میدادن. اینا که ما رو میزدن یه سری آدم بودن که یه سری پلیس بودن، لباسای گاردی پوشیده بودن، هیکلای بزرگی داشتن روی صورتشون، از این کله هایی که فقط چش و لب و دهنشون معلومه کشیده بودن. من نمیدونم اسم این کله ها چیه که معلوم نشن. بعد اسماشون هم از روی این فرمشون کنده بودن که اصلا هیچی معلوم نشه، هیچ چیزی، فقط لباسای گاردیشون، اون درایی که اون سپراشون، اون باتوماشون، همشون شبیه هم دیگه بود. تو اون ونی که مثلا گشت ارشاد هستش که بیرون میذارن گشت مردمی رو چک میکنن، تو اونا ما رو میزدن، بعد فوشمون میدادن، تحقیرمون رو کردن. بین اینا یه پسری بود، جوان بود، زیاد سنی نداشت، سیبیلاش در نیومده بود، اصلا مرد نشده بود. این با شهوت به ما دست میزد، به سینه های به سینه های خانوما، به همه جا. اصلا هر جایی که احساس میکرد و کسی جرأت نمیکرد بهشون بگه که این کارو نکنن، این کارو نکنن. یعنی یکی از خانوما که اعتراض کرد، یکیشون با سیلی گذاشت توی دهن خانوم که اصلا ساکت شدیم همه. این به صورت شهوانی به ما دست میزد، اذیت میکرد. یه نفرم فیلم برداری میکرد، یه نفرم دائما با دوربین هنیکم از همون فیلم برداری میکرد، از همه زوایا. ما رو منتقل کردن به یه جایی، یه مثلا شبیه سوله بود. من ندیدم چه سوله‌ای بود، من فقط میدونم که دیوارای بلند و ساختمون شبیه سوله‌ای داشت، ساختمونی بود که شیروانی بلندی داشت. با اینکه من قیافه‌هاشون رو ندیدم، اینا مطلقاً با هم حرف نمی‌زدن، اینا لام تا کام با هم حرف نمی‌زدن، اینا لام تا کام با هم حرف نمی‌زدن. انقدر اینا آدم های ترسویی هن، جلوی آدم مثل من که اصلا میتونم بعد الان بعد یک سال توانایی حرف زدن اینو پیدا کردم، دارم حرف میزنم. چرا قبلا نبودم؟ آره میدونم توانایی حرف زدن ندارم. من یه آدم معمولی که این همه بلا سرش اومده، بعد از یک سال به خودم گفتم باشه من حرف میزنم، ولی الان بریم مثل منو پیدا کنیم، بریم مثل منو حاضر باشه مصاحبه کنم. نیستن اینجور آدم ها، نیستن. تواناییشون تو مخیهشون نمی گنجه. یه بار دیگه اون از اول شکنجه ها، یه بار دیگه اون همه مشکلات. هیچ کس نمیاد این حرف رو بزنه. اگه نمی ترسیدن این بلاها رو سر ماها در نمی آوردن، به ولاه در نمی آوردن. من خیلی آدم خداپرست نیستم، ولی به یه چیزایی اعتقاد دارم. اونا درون من هم خورد کردن، درون من، نه تنها من، همه جوری خورد کردن که میگم اه لعنت به این خدا. مگه من چیکار کرده بودم؟ مگه من چیکار کرده بودم که اینجوری باید تقاص کارم رو پس بدم؟ من یه دونه رأی داده بودم، اونم به موسوی داده بودم که هیچ وقت شمارش نشد، هیچ وقت شمارش نشد. کشیدنمون، بردنمون رو زمین کشیدن، یعنی حتی به اون نمیگفتن پاشو را برو، میکشیدن مثل گونی قشنگ میکشیدن ما رو، بردن یه جایی که مثلا حالا تو اون راهروهایی که با اون پرده ها درست کرده بودن. بعد به ما یه دونه برگه کپی شده دادن، کپی بود، تایپ بود، تایپ فونت معمولی که همه ادارات استفاده میکنن، به اون دادن، گفتن از روی برگه بنویس. روی برگه چی نوشته شده بود؟ نوشته بود من داشتم یعنی قشنگ من داشتم برگه اعترافی که هیچ وقت انجام نداده بود، یعنی کاری که هیچ وقت من انجام ندادم، چون خودم با دستای خودم می نوشتم و از اون رو برگه داشتم می نوشتم. برگه ای که نوشته بود که من یه اختشاشگرم، من یه امنیت ملی مو در خطر انداختم، من این کاری کردم، من اون کاری کردم و من یه تروریسمم. من توی کیفم حتی یه دونه ناخونگیر ندارم که حالا بگم که مثلا یه چیز برنده، یه چیزیه،
من هیچی نداشتم، من دانشگاه داشتم برمیشون، خودکارم بود با جزوه‌ام، همین، چیز دیگه ای نداشتم. ما 5 نفر رفتیم طرف یه سلول بود، خیلی کم بود، خیلی کوچیک بود. آدمایی که دیگه گرفته بودن اونجا بودن. ما با صورت زخمی و بدن کوفته و اصلا یه وضعیت افتضاحی میخوانم تو اون سلول بودم تا تکلیفمون با قول خودشون روشن کنم. 18 ساعت ما رو تو اون سلول نگه داشتن. من به شدت دستشویی داشتم، دستشویی به من فشار می آورد، اذیت هم می کرد، آزار هم می کرد. احساس می کردم مثانه من داره می ترکه. از حالت دستشویی داشتن، حالت تهوع گرفته بودم، تشنم بود، یک عالمه مشکلات دیگه داشتم که همه انسان ها تو کتاب حقوق بشر خوندم، همه انسان ها وقتی بازداشت میشن تمام این کاراشون انجام میشه. من اونها رو هم نداشتم. من حق مسلمه یه انسان که دستگیر رفتن، آب داشتنه، حق وکیله، حتی حق این که من زنگ بزنم بابا نگران من نشو، ماما نگران من نشو، من این گرفتنم نداشتم. من اصلا نمیتونستم غذا بخورم، میل غذا خوردن نداشتم. من بیشتر دوست داشتم یه تلفن باشه زنگ بزنم به بابام بگم و نگران نباشم، به مامانم بگم نگران نباشم. اونو بیشتر واسه من اهمیت داشت، بگم که آقا جون من اینجا، یه نفر بیاد به دادم برسه، نفر بیاد کمکمون کنه. ما 3 روز اونجا بودیم، تو اون 3 روز نگفتن که اصلا از ما چی میخوان. فرقی گفتن آقا اعتراف کنید بریم بیرون، میتونم فلان کنیم. یعنی مثلا در بلا تکلیفی قوتبرت کنن، به یه جایی برسونن که بگن بسه، به خودت بگی اح بسه، خوام راحت شم، هر کاری بکنی، هر چیزی باشه، هر چیزی رو بپذیری. بعد 3 روز ما رو با دستایی بسته، دستایی که با زنجیری که با به پاهامون بست شده بود و چشهایی بسته، چشمند و چیزی که روی صورتمون کشیده بودن، ما رو منتقل کرد، ما رو بردن به یه بازداشتگاهی بود. واقعا نه من، آدمای دیگه هم نمیدونم کجا. فکر میکنم از اون چیزی که بیشتر زجرم داد تماس لمسی دستای اینا بود با ما، بیشتر از خوش و زجرم داد. دست زدنهای اونا بسن شکنجه بود. برمیشن گفتن یا زهرا از ما قبول کن. تو تفکر خودت آیا حضرت زهرا به اینا اعتقاد داشت؟ به اسم فاطمه، به اسم زهرا، خدا شاهده میخواست دست بکشه. بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، خدای از ما قبول کن میگفت، انگار که مثلا یک مراسم خیلی محترمیه، مثل ازدواج، شب هجله ازدواجه، این آقا داره با من انجام میده. از این حرف که میگن نیروهای خودسر بدم میاد، اگه تو انقدر پوستت کلوف نباشه، پشتت مثل چی سد نباشه، نیرو خودسر میشی؟ نیروهای خودسری وجود داشت، همه شون آرمی که بالای اون برگه ها بود، آرم دادگستری بود، آرم وزارت اطلاعات بود، نیروی خودسری نبود. اگه نیروی خودسرن، خاک بر سر خامنه‌ای. نیروی خودسر چیه؟ همه جای دنیا نیروی خودسر. فکر کردی من بچه 6 سالم سرمون گول میمالن این حرفا رو به من بزنن؟ نه، تو بعد 6 سالم نیستم همه چی رو فهمیدم. یه پرده بالاتر از این که دیگه به راحتی آدم میکشم میگه نیروی خودسره. ما بردن به یه بازداشتگاه. اینجا قشنگ بازداشتگاه بود، برای اینکه مثل اونجا سوده نبود که بگیم با پرده جا به جا کرده بودن. این نفر رفتیم تو سلول، این نفر انداختم تو سلولایی یه نفره. من فهمیدم هر موقع میریم میخوام ببرنت بازجویی، بعد از اینکه باز از بازجویی میارنت تو سلول یه نفره میبرن، یعنی انفرادی میبرن میدارن که کلب نتونی به کسی اطلاعات بدی. بعد بودن من که انداختم تو سلول، بعد 20 دقیقه خیلی مدت خیلی کمی منو بردن اتاق بازجویی. پاهم روی زمین، دست از پشت بسته، دهنمو بستن و چشامو. در اینجا باز شد، وقتی من نشوندن اتاق تاریک بود، من تر اتاق رو نمیدیدم، ولی اونجا یه دری باز شد، یه نفر اومد تو، صدای پاهاش، جلوی من یه میز بود نشست.
اختشاشگری؟ نظام رو به هم میزنی؟ فکر میکنی هیچ کس نیست پیگیری کنه؟ تو فکر کردی چی هستی؟ از کدوم گروه حکی؟ میتونم بسته بود. چرا حرف نمیزنی؟ یه دون سیلی من عشقم در اومد از حال عشقم دیدم بود بیمه هم لغزید اومد یعنی احساس دیدم که من احساس کردم من عضو گروه حکی نیستم خفه شو هر موقع من گفتم حرف میزنی زد رو نیست تمام وجود من میلرزید من احساس کردم که اصلا بدنم جمع شده من بیدفاع ترین حالت ممکنه هر موقع ازت پرسیدم جوابم رو میدی شروع کرد حرف زدن آره واسه کدوم گروه حکی واسه چه کاری میکنی از طرف از گروه های میخوای نظام رو براندازی کنی گفتم من این کار رو نمیکنم در توان من نیست فیلم هم بازی میکنی؟ فکر کردین منم مثل آدم های دیگه به حرفت گوش میدم؟ چی من گفتم؟ ساکت بودم بعد سال بعدی چی کاره ای؟ من دانشجو هم دیگه نیستی؟ از این به بعد دیگه نیستی؟ دیگه نگو دانشجو هم حتی دفعه دیدم یه جسمی نشست رو پای من بود که نشستم پاش روی پاهای من بود من زیر فشار این نمیخوام نفس بکشم بس صورتش صدای نفس کشیدن صورتش جدای صورت من بود من که از ترس مرده بودم اصلا صدام در نمیومد ساکت اولین کاری که کرد با زبونش صورت من رو دیدید احساس کردم وجود من خالی شد احساس کردم تمام وجود من از دهنم داره میزنه بیرون بعد شروع کرد لباسای من رو در آوردن من دهنم بسته چشام بسته بود دستام بسته بود میرون کارم من گریه میکردم خفش جنده شد همه شیادم میاد که بعد شروع کرد سوتیانم و دستر به همه جا مسته چوتن باز کرد اون پیش که پنم بود من مقنه سرم نبود که سرم نبود باز کرد باز شروع کرد بعد هم لمس میکرد هم میزد گفتش که یه کاری میکنم که نتونی به کسی تعریف کنی یه کاری میکنم با تا مدت ها تو خونه بمونی یه کاری میکنم با که هر موقع اسم منو دیدی جایی تو نتونی زندگی کنی یه کاری میکنم دیوانه بشی و کرد به من تجاوز کرد به منی که تا اون روز دوست پسری نداشتم تا اون روز به لذت هم نبودم به من تجاوز کرد بعد این که تجاوز کرد رو من دست روی کرد ادرارش رو من بود تمام وجودم از خیسته ادرار رو گرم شد حالم از خودم به انواز بوی ادرارش حالم به هم میخورد داشتم یه فکر میکردم که الان چی شد اون چیزی که از بچگی گفتن محافظت کنی نظرش فلان کنی دیگه اون وجود نداره توی یه شوکی رفته بودم رفتن و یه مدت دیگه اومدم من ادرار کردم وقتی اومد که سیلی هم داد که گوشم لجنه کسافت با بوی گندش اینجا رو به هم ریخت چیزی کشیده شد رو زمین مسطح و روبروی من نشست نشسته بودم رو گوش سیگار رو گذاشته به دهنش احساس کردم یعنی صداش شنیدم فندکش رو روشن کرد یه خوک زد بش شروع کرد که حرف نمیزنی که لالی الان حرفت میکشم الان فکر کردی چی هستی دست من از پشت باز کرد دست من گرفت تو دستش شروع کرد مثل انگار که سعی نمه همی قابل عشق بازی کنم شروع که دستش کشیدم هیچ حسی نداشتم چون سر شده بودم از اون ضربه کتک و من سر شده بودم و یه چیزی یه لحظه برای یه لحظه سوزوند که من جیغ کشیدم که بعدش سیلی سیگار رو دست چپ من خاموش کرد
من جیغوتو شدم. درد داشت. خیلی درد داشت. درد نداشت. احساس کردم چیزی تا استخونم رفت پایین. سوراخ شد رستم. درد میکرد. میسوخت. یه جوری میتونم این بار که یه حسو دستت میشسته به بغل تابه دا اصلا گر میگیری. اون حالتو داشتم. و از این خلاص نشده بودم تا چه شلوارم زد بالا. یه سیگار دیگه روی زانوی پام خارش کرد. داشتم تو درد اولیه دومی گم می شدم که میتونم یه سیگار دیگه تو سینم خاموش کرد. حس کردم ندیدم. هی میگم من فعل دیدن استفاده میکنم. حس میکنم من اینا رو. هیچ کدومو نمیبینم. یه سیگار دیگه پشت پام. یه سیگار دیگه. یه سیگار دیگه. رو بدن من این که از درد بی‌حس از جای سوختن سیگار رو میسوخت. احساس میکردم تمام وجودم داره میزنه بیرون. آخه من چرا؟ آخه من چقدر تمامون دارم؟ چقدر بکشم؟ من در این ساکیت که من ایشم گریه میکردم. بیره من دیگه اومد تو تو. شرم بود. اومد جلو درد صدا قدم پشتندم. برگش گفت یه حرف زد اسم شوکه بودم بشنیم اصلا نمیتونستم حلوشی کنم تو ذهنش تو ذهنم که من یک ساعت پیش بهم تجاوز شده این اتفاق افتاد برگش گفت شنیدم که دختر نیستی با دوست پسرت کردی تو با دوست با چند تا پسر بودی با چند تا پسر رابطه داشتی تو دلم یه چیزی میگفت شما دختریت من را ازم گرفتیم بعد بهم میگی با چند تا پسر بودم من قبلش دختر بودم داشت میگفت با دوست پسرت حال میکنی تو را آوردن اینجا پرده نداشتی تو کدوم از کدوم جند خونه در اومدی بیرون تو خود فروشی میکنی من اصلا نمیتونستم حرف بزنم اصلا نمیتونستم من مدام بگم بهش دوستای تو بودن که به من تجاوز کردن دوستای تو بودن تو بودی که شماها بودین که به من تجاوز کردن من قبلش دختر بود چند روز یه بار این مسئله تکرار میشد ما رو میبردن تو اون اتاقه من دیگه جمع ندیدم منو میبردن تو اون اتاقه میزدن تجاوز میکردن آب منیشون و دستشویشون رو من میریختن با یه سطل آب مثلا من میشستن دیگه سیگار رو بدنم خاموش نکردن شاید جاش میمون شاید مثلا اینجا سوختگی ولی بیشتر میزدن من بدنم اونجا عفونت کرد به دلیل تجاوزات زیاد رحمم عفونت کرد بوی بدی میداد یه سری جوش های ریز زشتی زده بودن که فکر میکنم سفلیس بود من تحت مداوا قرار گرفتم ولی هیچ وقت بیمارستان نرفتم پدر مادرم داخل خونه منو درمان کرد اون زجر و دردایی که اون روزا کشیدم و بعدش دوباره تحت شکنجه دردای وجودی خودم بودم مثلا در رحمم به شدت آلوده بود به شدت مریض بود خودم روحن همه چین داغون بود انقدر تو بلا تکلیف نگرانی رو میداشتن که دیگه سوال نمی کردیم ازشون چقدر من اینجا و تمام این مدت به خودم گفتم قوی باش آروم باش نهایتش مردنه در یه لحظه تموم میشه همه اینا مردن برام آرزو بود دوست داشتم بمیرم دوست داشتم تموم شه این قضایا دوست داشتم وقتی میخوابم من تو خواب بمیرم بذارن آرامش داشته باشم بذارن باز خودم مرضیه بکنم که دیگه هیچی نیستم بذارن زندگی کنم دوست داشتم بمیرم نذارین آدم هایی مثل من دست بکشن از من گذشت از زندگی من گذشت من 22 سالم اومدی به ساز پیری و مردن میکنم جلو اینا رو بگیریم جلو اینا رو بگیریم چجوری یه کاری کردیم
برای آدم های دیگه واسه موها رو انجام بدیم، واسه موهایی که حتی از آبرو بودن ترس اینه که این فیلم دست خودشون میفته چه بلایی سر من میارن، ولی من اینجا دارم حرف میزنم واسه اینکه باید حرف بزنم. آخوهای اونایی که اینو میشنبین، آخوهای اونایی که مثل منین باید حرف بزنین، اینا باید بفهمن، باید همین دنیا بفهمین. موهایی هم هستیم که اصلا دیده نمیشیم.